لطفاً قبل از هر چیز کانال یوتیوب سنجاقک ایرونی رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض منتشر شدن کلیپ های جدید زودتر از همه با خبر بشید. خلاصه داستان سریال هر جایی قسمت 33. عزیزه با عصبانیت به الیف هشدار می‌دهد که بدون اجازه بیرون نرود و بین مردم نگردد. الیف می‌گوید با آن وضعی که توریان را در میدان شهر رها کردی خجالت می‌کشم بین مردم بگردم. الیف کمی بعد گونه را هنگام خارج شدن از خانه می‌بیند و می‌گوید آن روز تو را با آزاد شاد اغلو دیدم، تو با آنها چه کار داری؟ گونل جواب می‌دهد هر کاری می‌کنم برای خوبی خانواده‌ام است. تو هم به کسی چیزی نگو. از طرف یارم وقتی از عمارت خارج می شود جهان او را می بیند و تعقیبش می کند. فیرات از مادرش اسما در مورد چگونگی کشته شدن پدر و مادر میران سوال می کند و اسما از جواب دادن تفره می رود. میران با سرعت خودش را به روستایی که ملیک و ریان در آن هستند می رساند و خوشحال است از اینکه انتخاب ریان آزاد نبوده. ریان هم در خیالاتش به میران و روزهایی که با هم گذراندند فکر می کند. در امارت اصلان بی، فیرات نزد عزیزه می رود و از او می خواهد پای قراردادی را امضا کند و عزیزه می گوید که به او اعتماد دارد پس خودش امضا کند. بعد از رفتن فیرات سلطان می آید و می گوید همه ی اموال را به نام میران کردی؟ عزیزه می گوید اموال به اسم فیرات است و به نام او خواهد ماند. سلطان اعتراض می کند و می گوید او پسر خدمتکار است، اگر بالا بکشد ما چه خاکی به سرمان کنیم. عزیزه می گوید همه را مثل خودت می بینی، او معتمد من است. سلطان هم از جایش بلند می شود و می گوید حالا که من را غریبه به جا می آوری من هم چیزهایی را که می دانم یکی یکی برملا خواهم کرد. یارم و گونل در کوچه پشتی قرار گذاشتند. فیرات یارن را میبیند و یارن از او رو برمیگرداند. فیرات متوجه میشود که او باز دنبال جنجال درست کردن است. یارن به گونل میگوید ریان از ازدواج با آزاد منصرف شده به روستا رفت. گونل که میفهمد دلیل غیب شدن میران چیست سری به امارت برمیگردد. وقتی ریان از او جدا میشود پدرش را میبیند و جهان موهای او را چنگ میزند و کشان کشان با خود به امارت میبرد. گونل فوراً به خانه برمیگردد و به مادرش میگوید که میران به دنبال ریان رفته است و اگر ریان از کارهای او به میران حرفی بزند بدبخت خواهد شد. سلطان هم به طرف عزیزه میرود و از او میخواهد کاری کند تا میران سر به راه شود وگرنه هرچه میداند را میگوید و دنیا را به هم خواهد ریخت. عزیزه به ایوان میرود و اسما بعد از کمی حرف زدن میگوید بهتر نیست این انتقام را تمام کنیم. عزیزه میگوید انتقام من تازه شروع شده است. سالها در آغوشم مار پرورش دادم. میران هیچ وقت نباید بفهمد هازار بی گناه است. هیچ وقت نباید بفهمد هازار پدر اوست. هر وقت شاد اغلو به وسیله میران با خاک یکسان شدند، آن وقت میران هم از همه چیز با خبر می شود و مردم هم می گویند که میران شاد اغلو باعث پایان خانواده شد. میران به دم در خانه پدر بزرگ ملیکه می رسد و ملیکه در را باز می کند و وقتی او را میبیند تعجب میکند. ریان از صدای میران دم در میآید و وقتی پدر بزرگ میپرسد این مرد کیست، میران خوشحال و مطمئن به چشمهای ریان نگاه میکند و میگوید من شوهر این دختر هستم، آمدم زنم را ببرم.